روزگاری بود که آمدن ماه مهر همراه با آمدن شادی و فضای شاد و پرنشاط مدارس بود. کلاس اولی ها با اولین تجربه رفتن به مدرسه و دوستیابی و همکلاسی، واژه‌ای که زندگی را رنگ و بوی دیگری می بخشید. اما کرونا از راه رسید. همه چیز تعطیل شد. نبرد زندگی بود و بیش از 20 ماه از آن گذشت. اکنون اغلب کشورها واکسیناسیون معلمین و دانش آموزان را انجام دادند. مدارس اغلب کشورهای اروپایی بازگشایی شده. اما ایران در پیک پنجم کرونا غرق در مرگ و رنج و مهنت است. مدارس آنلاین برگزار خواهد شد و کودکان خانواده‌های فقیر علاوه بر غم کیف و کتاب و کفش و لباس، اکنون باید غم نداشتن گوشی هوشمند و اینترنت را بر شانه‌های کوچکشان حمل کنند. یه آماری رو معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد، آمار عجیبیه. ایشون میگن 25% دانش آموزان، یعنی 1/4 دانش آموزان ما. حالا منظورش از تک تحصیل، من خبر رو خوندم، منظورشون بوده که اینا دسترسی به گوشی هوشمند ندارن. سال گذشته این کم بود پیامتی همچون ترک تحصیل، خودکشی دانش آموزان، اختلافات خانوادگی و انبوه مشکلات دیگر را بر خانواده‌های فقیر تحمیل کرد. اکنون که وضعیت اقتصادی بسیار بدتر از سال گذشته است، قطعاً این وضعیت پیامدهای بیشتری را به دنبال خواهد داشت. وقتی به مشکلات مردم ایران نگاه می‌کنیم، یک روال اساسی مطرح است. به راستی راه حل مشکل مردم ایران چیست؟